صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام عليك يا بقية الله أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت بالطاغوت عرض سلام ادب احترام خدمت همه شما عزیزان بیننده وقت بسیار اندک است و مطالب بسیار بسیار زیاد برنامه تکیه بین الحرمین با فضای جدید همونطور که این دو سه روزه مشاهده فرمودید موقتا البته ان شاء الله تا دکور جدید برنامه تکیه بین الحرمین مهیا بشه و با اسلوبی جدید در خدمت شما باشیم ان شاء الله خواستیم که مطالب وقفه نیفتد و سلسله وار بیان کنیم آنچه که راجع به مقتل آقا سید الشهدا روح الله الفدا عرض میکردیم خدمت همه شما عزیزان و پیگیران مطالب مقتل آقا سید الشهدا روح الله الفدا الحمدلله رب العالمین که هستن در گوشه کنار عالم یعنی شما عزیزان حسینی که در پی آن هستن که بیابن از مقتل آقا سید الشهدا روح الله الفدا اتفاقات روز عاشورا آن معارف بلند حقه شیعه آن چیزهایی که معیار انسان هستش آن حقایقی که انسان را با بهائم تمیز می‌دهد حقیقت مطلب همین است که گفتم هرچند کلام قدری تند و تیز باشد ولی حقیقت این است که فرق انسان با بهائم همین منطق انسانی است و دانسته‌ها و آن معلومات و آن عیاری که در انسان وجود دارد که در وادی ولایت حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین و براءت از دشمنان آل الله این عیار تمام می شود و کلمت که تامت فی ارضه الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم کمال و تمام در ولایت از این هم ادله برای کسانی که گمان نکنند مطالبی که عرض می کنیم ذوقی است و عرضم به خدمت شما یا به گفته بعضی از حتی رفقا که صدر الواعظین مصدر مطالب است خیر تمام مطالبی که عرض می کنیم به لطف آقا سید الشهدا روح الله الفدا و نظر قمر الولایه صلوات الله علیه مسدد است به قواعد استدلال و براهین عقلیه و نقلیه خب در مقتل حضرت قاسم صلوات الله علیه و تذکار آنچه که گذشته است بودیم مطالبی که قبلا مفصلا عرض کردیم مجملا عرض کردیم تا برگردیم به آن مطالبی که در گذشته بوده است و یک یادآوری باشد و تکرار بارها عرض کردیم یفید و تأکید در مطلب داریم که بعضی از مطالب را تکرار میکنه و هرچند از لوازم رسانه همین است که مطالب تکرار شود شاید بعضی تازه آشنا شده اند با مجلس یا برنامه و از مطالب گذشته خبری ندارند تکرارش ولی فن در این است هنر در این است که
هرچند مطلب تکرار شود، ابعاد جدیدی از مطلب بیان شود که اقلا کسانی که بودند و مطالب را دانستند بی بهره نباشند از مطلب جدید. رسیدیم به این مطلب که حضرت قاسم صلوات الله علیه ضمن این که در شب عاشورا از سید الشهدا روح الله الفدا رخصت در نبرد، رخصت در شهادت گرفته است و بشارت شهادت، ببینید در کلمه بشارت اگر توجه کرده باشید خیلی دقت دارم، بشارت در شهادت حضرت قاسم را مهمان می کند سید الشهدا روح الله الفدا، روز عاشورا عنانگیری می کند و مطالبی که عرض کردیم. شاید برای بعضی سوال شود که چرا بشارت را این گونه تأکید می کنیم، بشارت در شهادت. اگر خاطر شما عزیزان باشد که چند سال پیش که برنامه تکیه بین الحرمین را شروع کردیم، قریب به بیشتر از 3 سال است که ما در مقتل آقا سید الشهدا هر روز سخن گفته ایم غیر از مناسبات، و عرضم به خدمت شما که تازه به مقتل حضرت قاسم بن الحسن صلوات الله علیه رسیدیم. سعی کردیم عنوانها را بیان کنیم، زیاد شرح ندادیم، اگر بنا داشتیم که مفصلتر از این یعنی به عرض شما برسانیم حقایق کربلا را، شاید هنوز در خم اول کوچه اول بودیم. اگر خاطرتون باشه راجع به حضرت میثم تمار که سخن میگفتیم و شهادت میثم تمار در همین کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمی، آنجا روایتی دیدیم حاکی از این که امیر عوالم امیر المومنین علیه افضل الصلاة و السلام به میثم تمار خطاب میکنن آیا تو را بشارت دهم به شهادتت، و عرض کردیم اونجا مطالب بسیار رفیع محبتی را که غیر از وادی حب معنا پیدا نمی کند. بعضی از مسائل که در وادی محبت است برای بیرون از وادی محبت حقیقتا واژه‌ای یافت نمی شود و حقیقتی درک نمی شود، یعنی حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است، و این مطلب مشخص است. آنجا صحبت از بشارت است و گفتیم که ببینید شهادت و این که تفدیه برای یار شدن، برای امام جان نثار کردن، انقدر شیرین است که سخن از بشارت به میان می آید. هرچند بشارت در لغت قرآن و توجه به آیات باهرات مبارکات قرآن مجید توأم است از هر دو، یعنی هم راجع به عذاب لغت بشارت به کار رفته است و هم راجع به نعم بهشتیه لغت بشارت به کار برده است، حق جل و علا تو امان است. ولی بار اولیه‌ای که در این کلام هست در عرف و محاوره بشارت را به خبرهای نیکو بیشتر معنا کرده اند و برداشت اولیه از کلمه بشارت همان خبرهای نیکو و حسن است. به هر عنوان اگر چنین باشد، با این مقدمه‌ای که عرض کردیم که بشارت خبرهای زیباست و چنین هم هست، شهادت در رکاب مولا، شهادت به خاطر مولا، آنچه که بلا و مصیبت است در راه مولا تماماً شیرین است، در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن، و در این وادی می‌بینیم که اهل محبت صحبت کردن، اهل معرفت صحبت کردن و آشناست این مسئله، آشناست تا آنجا که میکشند مطلب را به آن مرتبه افق بلند دست نایافتنی برای جنس بشر. خودم را عرض میکنم که ما رأیت الا جمیل است. باید در این زمینه آقا باید کرنش کنیم، یعنی اگر کسی در این وادی تکبر کرد خود را از بین برده است. در وادی حضرات ولایت صلوات الله علیه مجمعین باید تواضع کرد، باید تواضع کرد، اصلا گمانش خطر است، خطر است که بتوانیم ما همان گونه نگاه کنیم. بله الگو قرار می دهیم، بله هر کسی اندازه ظرفیت خودش، بله سرمش قرار می دهیم، بله پیرو هستیم، ولی اینکه فرض کنیم ما هم چنینیم، این خطایی است بسیار بزرگ. اگر جهت بزرگیش را می خواهید بدانید، اشاره میکنم برای کسانی که اهل
احادیث هستن و روایات رو دیدن. اگر جهت بزرگی این قیاس در مقام ولایت کلیه حق الهی را بخواهید بیشتر بدانید، راجع به انبیا صلوات الله علیه مجمعین و روایاتی که چرا انبیا مبتلا به بلا شدند و تصریح حضرات صاحب ولایت صلوات الله علیه مجمعین که یک روایت و دو روایت نیست بلکه بابیست از روایات که چرا انبیا مبتلا به بعضی از بلیه شدن مثل یونس علی نبینا و آله و علیه السلام، آنجا مطالبی میبینیم که تمنای چه کردن و خدای علی اعلی در جواب به آنها چه گفت. باز کردن این مطلب را بگذارید که در چارچوب رسانه نمی گنجد، خودتان تتبع کنید بدانید. قرض یعنی در این وادی هرچه که برسد نیکوست، از نظر محب هرچه بلاست زیباست، و غیر از این اگر بود محب باید در محبتش شک کند. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. اصلا در بند دوست بودن چنین است که انسان هرچه حسن است برای یار ببیند، هرچه حسن است به خاطر یار ببیند، این اولین پله نردبان محبت است. به هر عنوان بشارت داده است حضرت قاسم صلوات الله علیه را به شهادت و روز عاشورا که عنانگیری میکنه، و مطالبی که گذشت شاید بعدها راجع به بزرگوار دیگری باز هم اشارهی به جهات دیگر این مطلب داشته باشیم، فعلا بگذاریم و بگذاریم. تا آنجا که مرحوم کمره‌ای اشارهی داشت و مطلبی گفت و دقت دادیم در قسمت‌های قبلی که مبحث داشتیم، دقت دادیم مفصلا که این مطلب را باید به قوله معروف تا گاو و ماهیش رفت، یعنی از بدوش تا ختمش را دقت ریز و دقیق داشته باشیم. چرا که اگر یک لحظه دقت سلب شود، یک لحظه حواس پرتی، یک لحظه ندانستن مطلب، انسان را به قهقرا میکشد، به شرک میکشد، و تا آنجا که نستجیر بالله و من جحدکم کافر و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، کسی که رد کند در مقابل شما آن الله بیستد، عبارات که خوندم زیارت جامعه است که هر روز میخوانید و حفظید الحمدلله، فی اسفل درک من الجحیم، کسی که در رد فضائل شما بیاد، کسی که مقابل شما بخواهد کلام، او در اسفل. سخت است، پس دقت لازم میخواد. اگر میبینی، این را نصیحتن عرض میکنم، اگر میبینی، هرچند کوچکتر از نصیحتم ولی آنچه که بزرگان گفتن بگو، میگویم آنچه استاد ازل گفت، اگر میبینی که در بعضی از وحوس آنگونه که باید و شاید مطلب دستت نمی آید، یا در تیه میفتی، یا اینکه در آمدن از مطلب برای تو قدری دشوار است، مطلب را ترک کن، برای اهلش بگذار، ترکش کن برای اهلش بگذار، تا انشاءالله عالم ربانی بیابی و نزد او بیابی آنچه که از حقایق است. عالم ربانی، قید ربانی را از روایات عرض میکنی. خب اگر دانستی که هنیئن مریئن، گوارای وجودت، اگر نتوانستی بگذار برای اهلش، در رد مطلبی نیایی، در انکار مطلبی نیایی. مرحوم کمره‌ای مطلبی را گفت که اشاره کردیم که باید با دقت ویژه آن را نظر کنیم. سریع عرض میکنم و عرض کردم وقت بسیار کم و اندک از جهتش اذان مغرب کربلا هست که انشاءالله در آینده درست میشه زمان برنامه. نکته که مرحوم کمری گفت این بود که اگر کسی در نهج راهی باشد برای رسیدن به هدفی، کسی که در میدان مسابقه هست تا رسیدن به آن نقطه پایان و برنده شدن، تمام خطواتی که برمی‌دارد، دونده‌ای که می‌خواهد به مقصدی برسد، تمام قدم‌هایی که برداشته است برای پیروزی او لحاظ است. از قدم اولی که برداشته است، حرف مرحوم کمری مترجم کتاب شریف نفس المحموم، کتابی که ما در خدمتش هستیم، رو در قالب مثال خورد میکنم تا معلوم شود بیشتر. کسی که دونده ایسا میخواهد به خط پایانی برسد، تمام قدم هایی که بر میدارد لحاظ است، ولی آنچه که باعث دیده شدن برنده شدن اوز قدم آخر است، یعنی رسیدن به آن نوار پایانی که گذاشتن و برنده شدن است. آن چند قدم آخر را بیشتر نگاه میکنن برای پیروزی، ولی حقیقت مطلب چیست؟ از بدوش، از تمرین های سالیانه اش،
از سالها تلاش و کوششش این نتیجه را تو میبینی و صحیح نیست که در قدم آخر فقط او را ببینی. باید ببینی پشتوانه این قدم آخر، این چند قدم آخر، یک حقیقت سالیانه هست که تمام خورد و خوراک او را در بر گرفته، از زندگی روزمره او را در بر گرفته است تا رسیده است به این قدم آخر که تو آن را میبینی و انعکاس میدهند. وقتی میخواهند از برنده شدن او سخن بگن، همون لحظه را نشان میدن. عقل سلیم، کسی که صاحب فهم و درک درست است، میداند که نه، پشوانه‌ای بوده است. بی خودی، نابرد رنج، گنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بله، برای همه فاست. مرحوم کمره اشاره به مطلب دارد که چرا این اتفاقات روز عاشورا به گونه دیگر است. از مدینه که را افتادن، بلکه از روایات رسول خدا، بلکه از اخبار جبرئیل مر رسول خدا صلی الله علیه و آله را، بلکه حق نسبت به لوح و قلم و آن مطالبی که هست، همه بشارت به شهادت دادن. اصحاب سید الشهدا و سید الشهدا روح الله الفدا و روز عاشورا چنین می شود. اشاره مرحوم کمره این است که در شب عاشورا تا آن مرحله یک قدمی پیروزی را رسیدن و حالات خاص آن مرحله را داشتن، شب عاشورا و اتفاقاتی که در شب عاشورا می افتد، چنین باعث شد که آن قدم آخر را بردارن اصحاب سید الشهدا روح الله الفدا و آن ظفر را همگان ببینند. دقت کردید؟ این همه مثال را عرض کردم برای اینکه این مطلب را این گونه که این بزرگوار گفته است ببینید. عبارت خودش را بخونم، این بود اجازه جنگ به حضرت قاسم خودداری کرد، این بود که هنوز مقام مصلحین را واجد نبوده و در این مدتی که به آستان عمویش حسین علیه السلام اظهار شوق کرده بدان ارتقا یافته، زیرا نیل به هدف در طی مقام سلوک آنی است و کسی که راه بسیار دوری طی کرده در آخرین مراحل با برداشتن یک قدم به مقصد میرسد. قدری مطلب را رحمت الله علیه مع احتراماتی علیه، قدری مطلب را باید پخته تر بیان کرد تا مشخص شود. تیه راه کرده است، تو آن قدم آخر را میبینی، تو آن را یافته ای، ولی حقیقت این است که سالها محبت به عمو جانش سید الشهدا روح الله الفدا، اتباع سید الشهدا روح الله الفدا، تسلیم امر ولایت بودنش، فورا یک توجه دیگه بدم برگردم. فنعم الاخل مواسی، حضرت قمر صلوات الله علیه، مواساتش با سید الشهدا باعث میشود که این مرتبه آخر را طی کند. نکته بسیار بسیار مهمی که در بطن این مطلب عرض کردیم این بود که باید بسیار به آن دقت کرد. تمنا می کنم، یعنی اگر شما دقت لازمه را در این مطلب نداشته باشید، بنده شرمنده بیان کل مطلب می شوم. به همین صراحت عرض می کنم، نزد مولا شرمنده بیان کل مطلب می شوم اگر دقت به این نکته آخر که عرض می کنم نداشته باشید. و آن نکته چیست؟ آن نکته این است که یه وقتی انسان از فقر است که به غنا می رود. بنده هیچ در دست ندارم، اگر خاطرت باشه همین گونه مثال را زدم، هیچ در دست ندارم و کسی می آید درهم و دیناری به کف من می گذارد، من از فقر مطلق به غنای نسبی رسیدم، یعنی نسبت به فقر دیروزم امروز یک غنایی دارم، هرچنان یک سکه است ولی غنایست، غناست در مرتبه خودش، غناست. نسبت به دو سکه فقیر است، نسبت به صفر غنیست. بله، چون غنای مطلب نسبی هستش، از یک تا صد است، یک و صد نیست، یک تا صد است، نسبیست. خب نسبت به دیروزم فقر مطلقم، الان غنا دارم و نسبت به دو سکه فقیرم. واضح است؟ قدری تأمل کنید چند دقیقه مطلب واضح می شود. ولی اگر من دست پر سکه ای داشته باشم، چند سکه در دست داشته باشم، شخصی بیاید سکه ای به آن اضافه کند، بله، از فقر مطلق به غنا نرسیدم، از غنای نسبی به یک غنای دیگر رسیدم، یعنی داشتم افزوده شده است. بله، شما که تحصیلات دارید، مطالعه می کنید، کسب علم می کنید، مطالبی را آموخته ای تا امروز، امروز مطلب جدیدی می آموزید، از جهل که به علم نمی روید که، از علم است که به علم می روید، یه علم نسبی به علم نسبی دیگر،
بله نسبت به علم فردا جهل است، ولی نسبت به جهل دیروز چطور؟ علم است. مطالب نسبی را باید اینطوری سنجید، درسته؟ نسبت به پایین دست بالاست، نسبت به بالا دست پایین است. بله، راجع به اصحاب سید الشهدا روح الله الفدا صلوات الله علیهم اجمعین، بلکه راجع به اولیاء الهی نباید این گونه فکر کرد که از صفر به خیر، از تجربه بالله، از علم به علم است، از مرتبه ای به مرتبه است، از غنایی به غنایی است. اگر تو لحاظ کردی که از پایین ترین پله به بالاترین پله، این قدری سخت می شود کار، قدری سخت بشد. خیر، آنها طی کردن در همین مقام ولایت، یعنی در اتباعشان برای سید الشهدا، در اینکه سالها در رکاب سید الشهدا بودند، در اینکه مجاهدات داشتند، بسیاری از آنها در صفین در رکاب امیر عوالم امیر المؤمنین، در اینکه کسانی که در رکاب سید الشهدا بودند غالب آنها از کرام ناس بودند، غالب آنها عرض میکنم شاید شد و ندر آنها قصه متفاوت است، آنها شیعه حقه بودند، یعنی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین را امام خود می‌دانستند، حبیب ابن مظاهر اسدی صلوات الله علیه. حتی برای زهیر ابن قین مطالبی هست که خلاف آنچه مشهور است ثابت شده است، مطالب موجود است، کتب موجود است، بزرگان قلم زده اند و کسانی که اهل تحقیق هستن میخوان مطلب را دقیق بلد باشن مراجعه کنن. راجع به ظاهر هم حرف هایی میزنن که گفتن مثل مؤمن بوده است، مؤمن آل فرعون که او مؤمن بوده است ولی کتمان میکرده است و مطالبی که راجع به ظاهر شاید بعدن عرض کنیم، قبل هم مطالبی گفته. به هر عنوان در آنجا صحبت از نور است، از نور به نور، نور علی نور، یهد الله به نورهی میشا و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. اگر قدری مطالب دشوار است عذرخواهی میکنم، برای اون دستوی عزیزان بذارید که این مطالب رو میخواهند بهتر بدانند انشاء الله. هر جا هستید به ما دعا کنید، احتیاج به دعای شما داریم، میبینید که بسیار بسیار هنوز کار داریم تا برسیم به آنچه که حداقل نظر خودمان هست، تا آنچه که نظر حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین هست انشاء الله. دعا کنید، مرزا سفارش شده ها را فراموش نکنید انشاء الله. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سری ارتضا ابوالحسن رضا صلوات خط کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار. رزیت کربلا و صوت العقیله تجول بخاطری و دمعی اسیله، حراير كربلاء حزن الفواطم تدور بضاميري دور المآتيم، نوايب كربلاء صرخة يتيمة ترن بموجتي بلحن الهضيمة.